راستی بچه ها، اگر دوتا میله به من بدن اونها رو گرمشون کنم، در اثر گرما منبسط میشن، هم حجمشون زیاد میشه هم طولشون. حالا من از شما سوال میکنم، اگر بخواید اینها رو با هم مقایسه کنید، سوالایی که میتونم براتون مطرح کنن چی هستن؟ پس دقت کنید، من دوتا میله دارم، در اثر گرما طولشون تغییر کرده، ممکنه جنسشون با هم فرق داشته باشه، ممکنه طول اولیه‌شون متفاوت باشه. حالا میخوایم تغییراتشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. دقت کنید، شکل مقابل نمودار تغییرات دو میله آ و بی را نسبت به تغییر دما نشان میدهد. ضریب انبساط طولی میله آ چند برابر بی است؟ خب بچه ها، من شکل رو میکشم. به شکل خوب نگاه کنید. دو تا میله داریم، میله آ که در واقع نمودارش رو به ما داده و میله بی. از روی نمودار اطلاعات مسئله رو مربوط به آ و بی به دست میاریم. یک، مثلا طول اولیه‌شون چقدره؟ دو، مثلا چقدر تغییر طول داشتن در این دمایی که تتا مشخص کرده؟ پس من میام می‌نویسم. یک، L1 آی ما یعنی طول اولیه رسانه‌ای آی ما 15 سانتی متر. دیگه چی؟ در اثر افزایش دمای تتا درجه از 15 به 25 رسیده. یعنی چند درجه گرم شده؟ 25 منهای 15 مساوی با 10. نکته دوم، اگر برای بی بخوایم حساب کنیم 20 سانتی متر بوده، در اثر گرم شدن به 25 سانتی متر رسیده. پس میتونیم بگیم دلتا ال بی مونم برابر است با 25 منهای 20 مساوی با 5. خب پس من اطلاعات رو اینا رو از رو نمودار تونستم به دست بیارم. بعدش میام چیکار میکنم؟ میگم دلتا تتا هامونم با هم برابره، چون هر دوشون رو به یه اندازه تغییر دما دادیم تو این اعدادی که مشاهده میکنیم. حالا من میخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم. بهترین کار ممکن اینه، بیاید فرمول رو بنویسید، دلتا ال مساوی با آلفا ال دلتا تتا ال یک دلتا تتا. حالا من میام اینا رو به هم دیگه تقسیم میکنم، مثلا دلتا ال آ به دلتا ال بی. اگر نسبت رو بنویسیم، آلفای آ به آلفای بی، ال یک آ به ال یک بی، دلتا تتای آ به دلتا تتای بی. مگه خودش نگفته با هم برابرن؟ پس خطشون میزنیم، این دیگه نداریم. بقیه چیزا هم همه اعداد هست، نسبت آلفای آ با آلفای بی رو هم میخوایم. شما جاگذاری کنید تا من ساده کنم. خب بگید دلتا ال آ تون الان چنده؟ دلتا ال آ 10. دلتا ال بی چقدر هست؟ برابر با 5. ال یک آ چقدره؟ 15. ال یک بی چقدره؟ 20. پس اگر جاگذاری کنم 10 پنجم آلفای آ با آلفای بی ضرب در 15 تقسیم بر 20، خب من 15 رو با 20 میتونم ساده کنم، به 5 ساده میشن، میشه 3/4. اگر جاگذاری کنید 2 مساوی است با آلفای آ با آلفای بی مساوی ضرب در 3/4، 4 در 2 ضرب میشه 3، میره تو مخرجش قرار میگیره. پس حاصل برابر میشه با 8/3. جواب این تست به دست اومد. پس وقتی میخواید مقایسه کنید، شما اطلاعات مسئله رو با هم مقایسه کنید، چی بهمون داده برای آ در مورد بی چی میدونیم، اینا رو با هم تقسیم میکنیم، به راحتی مشغولمون به دست میاد. سوال بعدی، طول دو میله فلزی آ و بی در دمای 20 درجه هر یک برابر 2 متر است. دمای دو میله را چند درجه افزایش دهیم تا اختلاف طول آنها برابر با 0.8 میلیمتر شود؟ ضریب انبساط بی و ضریب انبساط آ رو هم به ما داده، 30, 50, 70 و 90. پس بچه ها ما میخواییم ببینیم دمای دو تا میله رو چند درجه افزایش بدیم تا تغییرات طولی که پیدا میکنن اختلافش بشه 0.8. یعنی شما یه کار انجام بدید، L2 A رو حساب کنید، L2 B رو هم حساب کنید، اختلافشون باید بشه 0.8 میلیمتر. پس دقت کنید صورت سوال چی میخواد. شما طول ثانویه A، طول ثانویه B رو حساب کنید، از هم دیگه کم کنید، ببینید کدومشون بزرگتره، بعد اختلافشون رو 0.8 میلیمتر بذارید. من میام داده های مثلا مینویسم، ضرایب انبساط طولی هر یک رو دارم، دیگه چی دارم؟ دلتا ال مساوی است با آلفا ال یک دلتا تتا. این رابطه تغییرات طولمون هست. من میتونم جای دلتا ال بنویسم L2 منهای L1. L1 رو برم طرف دوم ازش فاکتور بگیرم، میشه L1 به علاوه آلفا L1 دلتا تتا. این میشه طول ثانویه هر میله شما. حالا یه بار برای آ میتونیم بنویسیم، یه بار برای ب میتونیم بنویسیم. L1 آ با L1 بی با هم برابر هم میشه 2. پس این L1 ها برای جفتشون مشترکه. دیگه چی؟ L2 B منهای L2 A باید بشه 0.8 میلیمتر. سب کن ببینم، دانش آموز از من سوال میکنه رو چه حسابی شما نوشتی L2 B منهای L2 A، چرا A رو منهای بنا کردی؟ میگم ضرایب رو نگاه کن، اونی که ضریب انبساط طولیش بیشتره، طول اولیه‌شون هم که با هم برابر بود، به یه اندازم دماشون رو میبریم بالا، یعنی همه شرایط براشون یکسانه. پس طبیعتاً اون میله ای که ضریب انبساطش
بزرگتره افزایش طول بیشتری داره. پس موقعی که میخوای تفاضلش رو حساب کنی باید بنویسی L2B منهای L2A مساوی با 0.8 میلیمتر، یعنی بزرگه منهای کوچیکه، وگرنه طرف دومت منفی میشه. پس من حالا میام جاگذاری میکنم، میگم L2B منهای L2A مساوی با L1B به علاوه آلفا B L1B دلتای تتا، یعنی رابطه رو براش نوشتم، منهای پرانتز برای A می نویسم. فقط دقت کنید این منفی در کل پرانتز ضرب میشه، بعد ساده میشن، یعنی L2B منهای L2A برابر است با اولی رو که نوشتم، دومی هر دو در منفی ضرب شدن. حالا تو میتونی L1A رو با L1B خط بزنی. چرا؟ چون خودش گفته با هم برابرن، 2 متر بوده. و وقتی خط زدی این دوتا رو هم میتونی مشترکات و فاکتور بگیری، مثلا دلتا دتا در هر دوتا مشترک هستن، L1B هم با L1A مشترک، فاکتور میگیری میمونه آلفای B منهای آلفای A. ببینید اینجا L2B منهای L2A برابر شد با آلفای B منهای آلفای A در L1A ضرب در دلتا دتا. حالا من مقدار این رو که دارم، ضرایب انبساط طولیمون هم که داریم، L1 مونم که 2ه، خب دلتا تتا به دست میاد دیگه، همه چیز معلومه. پس من عددها رو جاگذاری میکنم، 0.8 ضرب در دهتان منفی 3 مساویس با آلفای B 20 ضرب در دهتان منفی 6 منهای 12 ضرب در دهتان منفی 6 ضرب در 2 طول اولیه هر کدوم از میله ها که من برای آر در نظر گرفتم ضرب در دلتا تتا. اگر طرف این وسط این کنید و سادش بکنید جواب برابر میشه با 50 درجه، یعنی من باید دمای این دوتا میله رو به اندازه 50 درجه برم بالا. فقط حواستون باشه تو تله نیفتید، 50 درجه که زیاد بکنید دمای ثانویمون 70 میشه. اما تو صورت سوال از ما نخواسته تا چه دمایی بالا ببریم، میگه چند درجه بالا ببریم، همین 50 درجه بالا میبریم و جواب درستمون همون 50 درجه خواهد شد. سوال بعدی، نمودار طول بر حسب دما برای دو خطکش فلزی A و B مطابق شکل مقابل است. در مقایسه ضریب انبساط طولی دو خطکش کدام گزینه صحیح است؟ آلفای A بزرگتر از آلفای B، آلفای A کوچکتر از آلفای B، آلفای A مساوی آلفای B، هر سه گزینه میتواند درست باشد. من نمودار رو میکشم. بچه نمودار رو نگاه کنید، دو تا نمودار دارید که مربوط به میله A و B. این دو تا نمودار شیب مساوی دارن، یعنی با افق زاویه های برابری ساختن. حالا من کاری که باید انجام بدم اینه که وقتی میخواین دوتا رو با هم مقایسه کنم، ضرایبشون رو باید اطلاعات نمودار رو دقیق بفهمم چیه. الان وقتی به من میگه تتاها با هم برابرن، من میتونم بنویسم تانژانت تتا میشه دلتا ال به دلتا تتا، یعنی ضلع مقابل به مجاور، که برابر با چی میشه؟ ال یک ضرب در آلفا. وقتی تانژانتاشون با هم برابر هست، پس L1 آلفاش با L1 آلفای اون برابر میشه، یعنی L1 A آلفای A مساویست با L1 B آلفای B. حالا به شکل نگاه کنید، نقطه شروع نمودار کدوم بالاتر قرار گرفته؟ خب معلومه A، یعنی طول اولیش بیشتره. وقتی L1 A بیشتر از L1 B، پس ضریبش باید کمتر از اون یکی باشه. چرا؟ چون حاصل ضربشون باید با هم مساوی بشه. پس من میتونم خیلی راحت بگم آلفای A از آلفای B کوچیکتر هست. پس یه بار دیگه دقت کنیم بچه ها، وقتی که ما داریم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، تغییرات دما، طول اولیه و ضرایب دخالت میکنن. تو این سوال چی گفته؟ گفته نمودارای ما شیب یکسانی داشتن. وقتی شیباشون با هم برابره، یعنی L1 آلفاهاشون با هم برابره. خب اونی که L1 کمتری داره آلفای بیشتری خواهد داشت. پس نمودار B شما که مربوط به رسانه‌های B هست، چون L1 اولیش کمتر بوده، ضریب انبساطش بیشتر به دست اومده. سوال بعدی، در دمای 0 درجه سلسیوس مجموع طول میله های به هم چسبیده L1 و L2 با طول میله L3 برابر است و ضریب انبساط طول میله ها نیز به ترتیب α1، α2، α3 است. اگر در هر دمای بالاتر از 0 نیز این تساوی طول برقرار باشد، کدام رابطه درست است؟ خب گزینه ها رو میبینید. ببینید بچه ها، شما دو تا میله L1 و L2 دارید و این دوتا به هم چسبیدن، یه میله L3 دارید که به طور تصادفی این دوتا طولاشون با هم برابره. اما نکته جالب اینجاست، وقتی شما دما رو بالا میبرید، افزایش طولها یکسانی هم دارن، یعنی باز هم به یه اندازه هستن. طول اولیه L1 و L2 رو داریم، طول اولیه یه میله دیگه‌مون هم L1 علاوه L2 هست. حالا من اینو میام گرمش میکنم،
اگر رو شکل نگاه کنیم دلتا ال سه ما در واقع تغییراتش خودش گفت تغییرات طول ال سه با تغییرات طول ال یک و ال دو با هم برابرن. چرا؟ چون باید در دمای ثانویه هم طولهای یکسانی داشته باشن. پس یه بار دیگه میگم، شما الان اینا طول اولیه‌اش رو داری، حالا فرض کن گرمشون کردی 10 درجه 20 درجه، اون یه افزایشی طولی داشته، جمع اون دوتا هم یعنی ال1 و ال2 هم باید افزایش طولشون برابر افزایش طول سومی باشه. پس من میتونم خیلی راحت هر کدوم از اینها رو رابطه‌اش رو جاگذاری کنم، میگم آلفا 3 ضرب در ال1 3. خب ال1 3 مگه جمع این دوتا نیست؟ ضرب در دلتا تتا، به یه اندازه گرمش کردیم مساویس با دلتا ال1 میشه آلفا 1 ال1 دلتای تتا به علاوه آلفا 2 ال2 دلتای تتا. حالا اگر من بخوام اینو سادهش بکنم خیلی راحت، دلتا تتا با هم ساده میشن، این باقی میمونه. شما میتونید آلفا 3 رو بنویسید طرف معلوم تقسیم بر ضریب آلفا 3 ما. پس اگر جاگذاری کنیم آلفا 1 ال1 به علاوه آلفا 2 ال2 تقسیم بر ال1 به علاوه ال2 که برابر با ال3 هستش، پس گزینه درست به دست اومد. یادمون باشه در اینجا صورت سوال خودش گفته بود که وقتی گرمش میکنیم تغییرات طول میله سوممون هم برابر تغییرات طول میله های اول و دوممون است، یعنی جمع تغییرات طولمون با سومی باید برابر باشه. اما سوال بعدی که سوال بسیار بسیار مهمیه، در شکل مقابل با افزایش دمای محیط به اندازه دلتا تتا شکافی که در وسط میله وجود دارد به بالا تاب خورده و به اندازه x بالا می رود. اگر ضریب انبساط حرارتی میله آلفا باشد x چند برابر L0 دوم است؟ حالا L0 دوم چیه؟ شکافی که بین این دوتا قرار داشت و یه میله که در بالا قرار گرفته بود. بچه ها دقت داشته باشید، این برابر با L0. خب وقتی گرمش میکنم این دوتا که به سمت داخل میان باعث میشه این به سمت بالا تاب برداره، یعنی شکلی که به ما میده یه همچین حالتی رو پیدا کنه. اون قسمتی که وسط قرار داشت در اثر انبساط میله ها به سمت بالا خم برداشته. خب کل این L0 بوده، پس این یه تیکه میشه L0 دوم که بر حسب همین میخوام یه ارتفاعی هم اینجا پیدا کرده که میشه X. ما طول این میله رو هم L پریم میگیریم که در واقع طول میله ایست که انبساط پیدا کرده، یعنی طول ثانویه این یه تیکه است بعد از اینکه گرمش کرده بودیم. پس اگر من بیام بنویسم اینجا یه مثلث داریم که این میله ما پس از انبساط وتر اون رو تشکیل داده، یعنی ال پریم ما هست. خب شما بگید ببینم اگر این ال پریم رو بخوام حساب کنم برابر با چی میشه؟ خب نگاه کنید، این افزایش طول یافته است دیگه، طول ثانویه ما محسوب میشه، طول ثانویه برابر است با طول اولیه که ال صفر دوم بوده ضرب در 1 به علاوه آلفا دلتا تتا. پس یه بار دیگه میگم این یه تیکه نصف ال صفر بوده طول اولیه‌اش، الان گرم شده شده ال پریم، یعنی مقدار دیگه ال صفر دوم نیست، ال پریمه 1 به علاوه آلفا دلتا تتا. یه جور دیگه هم میشه ال پریم به دست آورد. چه جوری؟ مگه یه مثلث قائم الزاویه نیست؟ x به توان 2 ال صفر به توان 2 اینم که شد ال پریم. پس اگر من این رو هم بنویسم میشه ال صفر دوم به توان 2 به علاوه x به توان 2، این دوتا با هم برابرن، پس طرف دومشون رو هم میتونه مساوی همدیگه قرار بدیم. یعنی بیایم بنویسیم ال صفر دوم در 1 به علاوه آلفا دلتای تتا مساویس با عبارت پایین ال صفر دوم به توان 2 به علاوه x2 زیر رادیکال. من میتونم طرفین رو به توان 2 برسونم، ال صفر دوم به توان 2 میرسه، پرانتزش هم به توان 2 میرسه، رادیکال از بین رفت. بچه ها بیایم یه کاری کنیم، اینو بیاریم طرف اول از ال صفر دومش فاکتور بگیریم، x2 برابر میشه با ال صفر دوم به توان 2 پرانتز 1 به علاوه آلفا دلتا تتا به توان 2 منهای 1، اینو میتونید به توان 2 برسونید، میشه 1 به توان 2 به علاوه آلفا دلتا تتا به توان 2 منهای 1. حالا بچه ها اگر ساده کنید 1 با منهای 1 ساده میشه و فاکتور بگیرید اون چیزی که به دست میاد ال صفر دوم رادیکال آلفا دلتا تی به توان 2 به علاوه 2 تا آلفا دلتا تی. یک سری سوالایی که ما تو کنکور برخورد میکنیم این شکلن، میدونم راه حلش طولانیه، یه مقدار محاسباتش سخته، ولی ما الان که داریم یاد میگیریم کنار نمیذاریم اینها رو، تمرین میکنیم، کمکمون میکنه که دقتمون تو محاسبات بره بالا. پس بچه‌ها من عمدن این سوال اینجا براتون حل کردم، یه سری از سوالا رو باید تو خونه با دقت با محاسبات طولانی با راه حل جذب گرفتن ضرب کردن فاکتور گرفتن تقسیم کردن اینا رو بنویسید، تمرین باشه برای ما که سر جلسه کنکور خدای نکرده سوال این شکلی دیدیم با سرعت بتونیم به جواب برسیم.